برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر همراه هستیم با همکارم لیلی نیکفر از استانبول. لیلی، به ما بگو که این بیانیه چه تأثیری بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا میذاره؟ این بیانیه که در حال حاضر پیشنویسش در حال تهیه است به پیشنهاد بریتانیا تنظیم شده و قراره که 15 عضو اصلی اتحادیه اروپا اون رو امضا بکنن، اما اونطور که در واقع به نظر میاد به خاطر اینکه پیشتر هم بیانیه‌های زیادی از سوی اتحادیه اروپا علیه ترکیه صادر شده اما عملا هیچ اتفاق اجرایی نیفتاده، این احتمال وجود داره که در کوتاه مدت هیچ تأثیری بر روابط ترکیه نگذاره با اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا فعلا هم به خاطر موقعیت ترکیه در ناتو و هم به خاطر وضعیت پناهجوها و نگه داشتن حالا پناهجوها مخصوصا آواره‌های سوری در ترکیه به نوعی به ترکیه احتیاج داره حالا و حتی پیشتر از اعمال تحریم بر ترکیه خبر داده بودند، اون رو به رأی گذاشتن اما در نهایت این تحریم ها اعمال نشد. اما خب از سال 1974 به قبل تر اگر نگاه کنیم، این منطقه واروشا یکی از مناطق اصلی و توریستی قبرس به حساب می اومده، حتی هنرمندانی مثل الیزابت تیلور به اونجا سفر می کرده برای تعطیلات. و اینکه الان ترکیه اون منطقه رو که حالا بحث حمله ترک ها به قبرس از نظر ترک ها یک پیروزیه که چند روز پیش سالگردش بود، اما از نظر یونان این یک اشغال محسوب میشه و خب این اقدام یونان قطعا این اقدام ترکیه یونان رو و اتحادیه اروپا رو عصبانی کرده. باید دید که در چشم انداز نزدیک چه اتفاقایی خواهد افتاد. ممنونم از توضیحاتت لیلی نیکفر، همکارم از استانبول با ما.